بیات شیراز شورانگیز، تصنیف خود بده انصاف، کار میرزا عبدالله با صدای میرزا عباس. همونطور که ذکر شد، ساز اولیه میرزا عبدالله تار بود، ولی او را به عنوان احیا کننده ستار و صاحب رفیع ترین مقام در ستار نوازی می شناسند. میرزا عبدالله توانست با رعایت کامل اصول بیان بلاغی موسیقی قدیم در چارچوب سنت‌های هنری بازمانده، استقلال حقیقی و تشخص ماهوی به ستار و نوازندگی آن بدهد که تا آن زمان مهجور و متروک افتاده بود. تکنیک های ستار نوازی او به درویش خان و ابوالحسن سبا و تنی چند که اکثراً در موسیقی حرفه‌ای نبودند و ساز را در حد بالای تخصص برای خود می نواختند منتقل شد. اما در دوره اول ضبط صفحه در ایران، از آنجا که ضبط به طریقه آکوستیکی بود و در اثر فقدان میکروفون برای تقویت اصوات، همه انرژی لازم برای ضبط می بایستی از سوی خود نوازنده تأمین می شد،
ستار به علت کوچکی و ظرافت و صدای آهستش امکان ضبط در این صفحات را نیافت. از این رو میرزا عبدالله و درویش خان و سایر ستار نوازان دیگر از تار که دارای قدرت و قوت صدای بیشتری بود برای ضبط صفحه استفاده کردند. با این حال نباید تصور کرد که شباهت ظاهری بین تار و ستار دلیلی بر یکسان بودن شیوه نوازندگی این دو است. این تصوری است که امروزه در اثر امهای سنن هنری قدیم و اقتشاش در مرزبندی های درست حاصل شده است. تار و ستار میرزا عبدالله دارای 22 پرده بوده که بر اساس نظام فواصل دور معروف 17 پرده‌ای بر اساس نظریات صفی الدین و با استفاده از وسطای زلزل و مجنب فرس بسته می شده و نسل میرزا عبدالله از آخرین راویان موسیقی ایرانی بودند که در اجراها و تعالیم خود به نظام اصلی فواصل موسیقی ایرانی وفادار مانده و از موسیقی های دیگر تأثیر نپذیرفتند. خصوصیات نوازندگی میرزا عبدالله ادامه اسلوب بیان بلاغی قدماست، اما با پختگی افزونتر و ظرایف منحصر به فردی که در چارچوب سنت هنری و خاص خود اوست. تعادل ریزها، انتظام خوشاهنگ جملات موسیقی، حفظ دقیق وزن قطعات، احساس عمیق و تأثیرگذار در عین اندازه و تعادل از ویژگی‌های نوازندگی میرزا عبدالله است که متأسفانه به علل فنی در صفحات بجامانده در ابتدا چندان قابل درک نیست. از میرزا عبدالله صفحاتی بدین قرار به یادگار مانده است: مشق رومی و ترک، نوروز عرب با آواز قربانخان شاهی، درآمد ماهور، ابوالچپ، بارنگ با آواز قربانخان شاهی، شکسته ماهور با تصنیف جان از توست هلبستان با آواز قربانخان شاهی، بیات شیراز با شورانگیز، تصنیف خود بده انصاف با آواز میرزا عباس، تصنیف سپنج روز است که یار من نیامد با آواز میرزا عباس، تصنیف عشق و پنجه در گوشه عزال از دستگاه شور با آواز قربانخان شاهی و آثاری دیگر. میرزا عبدالله به سال 1297 شمسی در سن 75 سالگی و در اوج شیفتگی و شکوفایی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.